در این قسمت در رابطه با بیان در واقع رضایت صحبت می‌کنیم. خب چطور بگیم که من از فلان چیز خوشم میاد؟ در اینجا یک قالب رو می‌بینید دوستان، I like it، یعنی من دوست دارم، در واقع من اونو دوست دارم، when، وقتی که، من دوست دارم وقتی که فلان اتفاق میفته، یعنی من در واقع فلان چیز رو دوست دارم، خوشم میاد. خب اگزمپل رو دقت بفرمایید. مثال اول، I like it when somebody، من دوست دارم وقتی کسی، somebody کسی، یک نفر یا یک کسی، attempts، attempt دوستان میدونید به معنی تلاش کردن است، attempt تی تقریبا تلفظ نمیشه، تی که در پایان هست تلفظ نمیشه، attempts to do something، somebody attempts، کسی تلاش میکنه، to do برای انجام دادن something، چیزی، somebody یعنی کسی و something دوستان یعنی چیزی. میدونید که خب در کنارش اینم میگم خدمتون دوستان، everybody یعنی همه و everything یعنی همه چیز، everybody در واقع یعنی همه کس و everything هم یعنی همه چیز، یا nobody هیچ کس، nothing هیچ چیز، به این صورت. پس جمله رو دقت بفرمایید، I like it، من خوشم میاد، when، وقتی که somebody کسی attempts تلاش میکنه to do something برای انجام چیزی، I like it when somebody attempts to do something. خب اما اگزمپل بعد، I like it when someone، دوستان someone همون somebody هست، یعنی کسی، when someone is straight. سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن، اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیان پور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.